زبان تند دونالد ترامپ علیه ایران و مخالفت و انتقاد از خروج او از برجام از سوی ایران و سایر امضا کنندگان این توافق. نتیجه آنچه در سازمان ملل گذشت برای ایران چه خواهد بود؟ آیا ایران و آمریکا به میز مذاکره نزدیکتر شدند یا از آن دورتر؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. روزهای گذشته در سازمان ملل و شورای امنیت رویارویی ایران و آمریکا نمایان‌تر از هر زمان دیگری بود. اول دونالد ترامپ در سخنرانیش بر ادامه تحریم‌ها بر ایران تاکید کرد و بعد از آن حسن روحانی گفت آمریکا باید به قطعنامه 2231 برگردد، قطعنامه‌ای که بعد از توافق برجام در شورای امنیت تصویب شد. بسیاری معتقد بودند این سخنرانی حسن روحانی بهترین سخنرانی او در مجمع سازمان ملل تاکنون بوده. روز بعد جلسه ای در شورای امنیت به ریاست دونالد ترامپ برگزار شد و در آن جلسه هم دونالد ترامپ درباره نگرانیش از ایران هسته‌ای به تندی سخن گفت. اما در سوی دیگر اغلب کشورهای شرکت کننده، هم از کسانی که در برجام بودند یا نه، به جز کویت به عنوان مثال، از برجام دفاع کردند. سپس حسن روحانی جلسه ای با خبرنگاران داشت. در مجموع بسیاری معتقدند که حسن روحانی توانست فضای دیپلماتیک جلسات سازمان ملل را به خود همراه کند. با وجود این، فقط در طول همین جلسات قیمت دلار باز هم با شیب تندی بالا رفت. در مجموع همراهی بین المللی در این فضاهای دیپلماتیک چه معنایی برای ایران دارد؟ آیا این همراهی برای حفظ برجام کافی هست؟ تا کجا ممکن است که راهی برای گفتگو بین ایران و آمریکا باز شود؟ در برنامه امروز در این باره صحبت می‌کنیم با چهار مهمان: احمد شیرزاد، نماینده پیشین مجلس ایران و از اعضای جبهه مشارکت از تهران مهمان ماست. مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد از همین شهر. و برزومهر طلوعی، فعال حقوق بشر و عضو فرشگرد از کلگری کانادا. خوش آمد بگم به هر چهار مهمان. آقای طلوعی، بذارید از شما بپرسم، شما ارزیابیتون از صحبت آقای روحانی در این جلسات چگونه است؟ خیلی ممنون. ببینید، آقای روحانی به نظر من صحبت‌های زیادی کردن، اما در صحبت کردن بسیار آسونه. شما باید بخواید شاخص عملی پیدا کنید در واکنش به این صحبت. همین نرخ دلار باید ببینیم که در همین در واکنش به صحبت ایشون افزایش پیدا کرده. وضوح در واکنش کارشناسا رو باید ببینید. ولی بله، صحبت های خیلی شاعرانه کردن، حرف های زدن که خیلی هاشون هم به نظر بیشتر به گزافه گویی می اومد. از یک طرف دولت آمریکا رو به نازی ها مقایسه کردن، از اون طرف جمهوری اسلامی رو ضامن صلح و دموکراسی و امنیت و مبارزه با تروریسم دونستن. این صحبت ها رو در واقع نفس این حرف ها رو به نظر من هیچ کس جدی نمی گیره. اگر هم شما میبینید که از مثل اتحادیه اروپا و همسال هم بذار در واقع از اینا حمایت میکنن، بیشتر به خاطر این رقابتی هستش که با آمریکا دارن و جمهوری اسلامی و انزباش در واقع جور بچه مصالحه هست. آقای شیرزاد، نظر شما؟ برخلاف نظر این آقا، ما فکر میکنم که اصلا هم شاعرانه نبود. ببینید، ایران برخلاف بسیاری از سخنرانی های گذشته، مثلا سخنرانی های آقای احمدی نژاد در سازمان ملل، بر مبنای قطعنامه ها صحبت میکرد، بر مبنای نظم حاکم بر جهان صحبت میکرد. به هیچ وجه ایران در موضعی نبود که بگه ما نظم حاکم بر جهان رو قبول نداریم، و اتفاقا این بار آمریکا بود که میگفت ما نظم حاکم بر جهان رو قبول نداریم. ایران قطعنامه ها رو برخواره نمیدونست، ولی آمریکا حالا اگر هم صریحا نگه، تلویحا میگه که این قطعنامه ها چون آنچه که من میخوام درش نیست، بنابراین نمیپذیرم و به مفهوم یعنی همون برخوار است. بنابراین اتفاقا خیلی زمینی تر صحبت میکرد، بر مبنای عرف حاکم بر سازمان ملل صحبت میکرد. آقای شیرزاد، به نظر شما این چه فایده ای داره برای آقای روحانی در این مرحله؟ اینکه آقای روحانی به هر حال میگه که این آمریکا هست که باید به قطعنامه 2231 برگرده، چه فایده ای برای ایران داره؟ آیا میتونه آمریکا رو واقعا به قطعنامه برگردونه یا نه؟
ببینید ممکنه نشه قطعا که آقای ترامپ سر کار هست شاید کار خیلی دشوار باشه، نه اینکه نشدنی باشه، ولی اینجا یک صحنه دیپلماتیک بود. ما در صحنه دیپلماتیک انتظار داریم که برد دیپلماتیک داشته باشیم. در صحنه دیپلماتیک ما لزوما نمیتونیم برد اقتصادی داشته باشیم. اینکه قیمت دلار پایین رفت بالا نرفت اون عوامل دیگری داره و انتظارات بازار در ایران متفاوت هست با آنچه که در اخبار شنیده میشه. بله. و تحلیل خودش میخواد، ولی در هر حال نگاه کنید اینجا یک صحنه دیپلماتیک است. در صحنه دیپلماسی اونی که حرفش بروتر هست، اونی که میتونه بر مبنای نظم حاکم بر جهان صحبت کنه، بر مبنای قطعنامه‌ها و مصوبات سازمان ملل صحبت کنه، خب طبیعتاً در این میدان برنده است. آقای شیرزاد، من ازتون خواهش می‌کنم اجازه بدید من یه تیکه‌ای از صحبت‌های آقای روحانی رو انتخاب کردم، این تیکه رو پخش کنم همه بشنویم، بعد راجع به این جزئیات این صحبت‌ها می‌خوایم حرف بزنیم. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد ورق پاره نیست. ما از شما دعوت می‌کنیم که به قطعنامه بازگردید. ما از شما دعوت می‌کنیم به میز مذاکره ای که خود آن را برهم زدید بازگردید. اگر از برجام می ترسید و آن را کارنامه رقیبان سیاسی خود در آمریکا می دانید، ما از شما دعوت می کنیم به مصوبه شورای امنیت بازگردید. برای گفتگو نیازی به گرفتن عکس های دو نفره نیست. می توان در همین جا و در این مجمع عمومی سخن یکدیگر را شنید. من گفتگو را از همین جا آغاز می کنم و به صراحت اعلام می کنم موضوع امنیت بین الملل بازیچه سیاست داخلی آمریکا نیست. سازمان ملل یکی از ادارات دولت ایالات متحده آمریکا نمی باشد. شروع آن پایان دادن به تهدید و تحریم ظالمانه است که ناقض اصول اخلاقی و حقوق بین الملل است. دانش هسته‌ای را واجب و سلاح هسته‌ای را حرام می دانیم. دو بخش از صحبت‌های آقای روحانی را اینجا ما شنیدیم. یک بخشش که در مجمع عمومی بود اشاره داره به بازگشت آمریکا به قطعنامه 2231. آقای خلجی، فکر می‌کنید اینکه آقای روحانی اینطور از آمریکا میخواد که برگرده به قطعنامه معنیش این هستش که واقعا اگر که آمریکا بپذیره برگرده فضا برای گفتگو فراهم هست؟ چون قبلا شهری مثلا آقای خامنه‌ای گفته ما اصلا قصد گفتگو با آمریکا رو نداریم در این مقطع. بله، امروز روزنامه کیهان هم از همین صحبت آقای روحانی انتقاد کرده بود که نشون میده که آقای خامنه‌ای هم احتمالاً موافق نیست با این مسئله. ولی نکته رو باید از جای دیگری آغاز کرد. نباید نزاع رو بین آقای روحانی و آقای ترامپ دید. درسته که آقای ترامپ یک رئیس جمهور نامتعارف هست و تصمیم‌هاش شگفتی بسیاری از متحدان و مخالفان آمریکا رو برانگیخته، همینطور در داخل. اما مسئله مشکلی که برجام داشت برمیگرده به قبل از انتخاب آقای ترامپ. حتی آقای خامنه ای خودش بارها و بارها از برجام، از کیفیت، از متن برجام و از کیفیت اجراش قبل از اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه انتقاد کرده بود و بارها گلایه کرده بود. و از طرف دیگه فکر نکنیم که اگر کسی غیر از آقای ترامپ رئیس جمهور میشد، یعنی اگر خانم هیلاری کلینتون به فرض رئیس جمهور شده بود، برجام وضع بهتری داشت. سیاست خارجی آقای اوباما چه در مورد سوریه، چه در مورد روسیه، چه در مورد اسرائیل، چه در مورد عربستان سعودی و چه در مورد ایران قابل ادامه دادن برای هیچ کدام از جانشینان او نبود. یعنی اگر هر کسی جایگزین آقای اوباما میشد مجبور بود که رابطه آمریکا با اسرائیل و عربستان. آقای خلجی، آقای ترامپ از برجام خارج شد. یک قطعنامه بین المللی معمولا عرف نبوده که رؤسای جمهوری آمریکا چنین کاری بکنن. فکر میکنید کس دیگری هم اگر بود این کارو میکرد؟ نه، لزومی نداشت که از برجام خارج بشه، ولی همونطور که آقای خامنه‌ای گفت در عمل مانع اجراش میشه. یعنی که در عمل انقدر از به شیوه های گوناگون سنگ اندازی میکردن، همونطور که آقای خامنه‌ای گفت شرکت های بزرگ رو
در حقیقت ترغیب میکردن که وارد بازار ایران نشن، سرمایه گذاری در ایران نکنن، شرکت های بزرگ احساس امنیت نکنن، و در عمل برجام اون چیزی که آقای خامنه ای میگفت یک توافق روی کاغذ میموند، نه اینکه در عمل اتفاق خاصی میافتاد. من حرفم این هست که همه مسئله رو به آقای ترامپ برنگردیم. درسته که آقای ترامپ خیلی سر و صدا داره، خیلی به اصطلاح در جهان محبوبیتی نداره، در آمریکا به هر حال مشکلات زیادی داره، ولی مسئله برجام رو باید فراتر از شخص رئیس جمهور کنونی آمریکا دید و فکر نکنیم که اگر یک روزی هم آقای ترامپ بره از دفتر ریاست جمهوری، بنابراین تمام مشکلات ایران و آمریکا حداقل در زمینه برجام حل خواهد شد. چون این میشه صحیح. خانم میزان، ما میخوام بحث رو همین قطعنامه 231 نگه دارم، به خاطر اینکه بخشی از ماجرا برمیگرده به این جلسه ای که آقای ترامپ ریاست کرد در شورای امنیت. در این جلسه آقای ترامپ به تندی راجع به ایران صحبت کرد. خودش قبلش گفته بود که من میخوام مثلا راجع به ایران فقط صحبت کنم، اما به دلایل تکنیکی، چون اگر میگفتن فقط جلسه راجع به ایران هست باید به ایران وقت صحبت ظاهرا میدادن، تصمیم گرفتن که اسم جلسه رو بگذارن مقابله با سلاح‌های نامتعارف، و دیدیم که بحث راجع به کشورهای دیگر هم کرد ولی بسیار کوتاه، بیشتر راجع به ایران صحبت کرد. ولی بقیه کشورها به نوعی از برجام دفاع کردند، حتی کشورهایی که مثلا دیدیم ایوو مورالس رئیس جمهور بولیوی هم به تندی دفاع کرد در مقابل آمریکا. فکر میکنید این همگونی در واقع در حمایت از ایران چطور میتونه به نفع ایران کار بکنه؟ آیا واقعا این کشورها در جایگاهی هستند که بتونن آمریکا رو با خودشون همراه بکنن در این زمینه که برگرده پای میز مذاکره، برگرده به 2231؟ بسیار مشکل خواهد بود. علت هستش اینه که در حقیقت قدرت اقتصادی ایالات متحده بیشتر از قدرت این کشورها. از طرف دیگه یک کمکی به ایران هست به این صورت که اگر سازمان ملل قطعنامه را رد نکنه، کاری که امریکا برای اعمال جریمه به شرکت‌های بزرگ میخواد در برنامه داره، یا کاری که ایالات متحده میخواد در برنامه داره که تحریم‌های جدید پیاده کنه غیره، اون پایه سازمان ملل رو نخواهد داشت و در نتیجه کشورهای مختلف اگه بخواد قانونی و غیر قانونی سعی خواهند کرد دور بزنن تصمیم ایالات متحده رو. از این جهت فایده داره، ولی و دولت‌ها به نظر من در این اجلاس و در سخنرانی آقای مکرون در سخنرانی‌های دیگه واضح بود که مصمم هستند. ولی ما برعکس تصور آقای ترامپ در دنیای زندگی می‌کنیم که سرمایه‌داری جهانی شده، بین‌المللی شده. سرمایه بین‌المللی شرکت‌های بین‌المللی داره و شرکت‌های بین‌المللی الزاماً مطیع کشوری که مال اون کشور هستند نباید باشند. مثلا اصلا لازم نیست دستور آقای مکرون رو دنبال بکنه. تا زمانی که این کشورها و اون جلسه که گفتید کشورهای حاضر در مجمع عمومی و در شورای امنیت نتونند زمینه‌های اقتصادی سیستم نوین رو اونجوری که دارن اتحادیه اروپا و روسیه و چین دارن مطرح میکنن، تا زمانی که نتونند زمینه‌های واقعی یک چنین اتحاد اقتصادی رو برپا کنند، مشکل خواهد بود بتونند تحریم‌های ایالات متحده رو به معنای واقعی کلمه دور بزنند. یه بخش دیگه ای از اون اتفاقاتی که در این چند روز افتاد برمیگرده به صحبت‌های دو طرف در مورد مذاکره، در حالی که هر دو طرف راجع به مذاکره صحبت می‌کنن، اما به نظر میاد شرط و شروطی می‌گذارن که مذاکره رو ناممکن می‌کنه. از طرفی مثلا در دولت آقای ترامپ می‌شنویم که بسیاری میگن این آقای روحانی کاری نیست، ما باید بریم با آقای خامنه‌ای صحبت بکنیم، که می‌دونیم که خیلی به نظر بعید میرسه که خود آقای خامنه‌ای بخواد بیاد با اینا مذاکره بکنه، بجز اون 12 شرطی که پیشتر گذاشته بودن. یک بحث دیگه بحثی است که دولت آقای روحانی مطرح میکنه، همین که آقا برگردید به 2231 با توجه به شناختی که از آقای ترامپ هست، همونطور که آقایون و خانم میزر هم فرموندن، بعیده که چنین اتفاقی بیفته. بذارید یک تیکه از صحبت آقای ترامپ رو پخش بکنیم، این رو هم ببینیم، بعد دوباره به این بحث برگردیم. مردم ایران به درستی خشمگین هستند از این وضعیت که رهبرانشون میلیاردها دلار از سرمایه های ایران رو اختلاس کردند، بخش های ارزشمند اقتصاد رو در دست گرفتند و
از منابع مردم استفاده کردند و آنها را غارت کردند تا جیب‌های خودشون رو پر کنند و در منطقه جنگ به راه بندازند. این درست نیست. مردم ایران بهای سنگینی پرداختند برای سیاست‌های خصمانه و توسعه طلبانه کشورشون در منطقه. به همین دلیلی که بسیار از کشورهای خاورمیانه قویاً از تصمیم من استقبال کردند که ایالات متحده رو از توافق بسیار بد 2015 هسته‌ای با ایران خارج کردم آمریکا رو و تحریم‌ها رو علیه ایران دوباره برقرار کردم. توافق هسته‌ای با ایران یک موهبت بادآورده‌ای برای رهبران ایران بود. در این سال‌های اخیر از زمان توافق بودجه نظام ایران 40% بیشتر شد. دیکتاتوری ایران از منابعی که در اختیار گرفت استفاده کرد برای سرکوب بیشتر مردم و تامین مالی تروریست ها و ایجاد رعب و وحشت و نابودی در سوریه و یمن. آیت الله صحبت آقای ترامپ رو شنیدیم. این همون توجیهی هست که آقای ترامپ برای خروج از برجام چند ماه پیش هم مطرح کرد. اما از طرف دیگه بسیاری از منتقدان این تصمیم آقای ترامپ میگن که تحریم‌ها برخلاف اون چه که او ازش دم میزنه در مورد مردم ایران، بیش از هر کس دیگه، بیش از اینکه حکومت رو دچار مشکل بکنه، مردم رو در داخل ایران دچار مشکل کرده. نظر شما در مورد این ارزیابی چیه؟ بله، فقط قبل از که من جواب بدم میخواستم در جواب آقای شیرزاد که در مورد پایبندی ایران در این جمهوری اسلامی به نظم جهانی صحبت کردن بگم که ببینید، شما نمیتونید فقط یک قطعنامه رو بگیرید در انزوا. جمهوری اسلامی که سیستمی هستش که 40 ساله یک کشور رسمی عضو سازمان ملل رو بخواد از صحنه محو بکنه، همین دوران با کسانی که در واقع موافق برجام هستن مثل اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلستان عملیات تروریستی در خاک پاریس در پاریس میخوان انجام بدن که مرکز فرانسه اینجاست. البته اینجای مستندی نداره. ببخشید من نوبت شما نیست، من بزنم صحبت کنم. شما در زمان من آقای شیرزاد به شما وقت پاسخگویی حتما خواهم داد. بفرمایید آقای طولی. بابت در واقع گروگانگیری اتباعش هشدار میده. یعنی ایران جمهوری اسلامی به سوریه حمایت تمام عیار میکنه، داخل خاک سوریه میجنگه که علیه مردم سلاح شیمیایی به کار میبره. این که من نظم جهانی هستم با دو تا حرف این مدلی و استفاده از اسم یک قطعنامه کسی اینو جدی نمیگیره و مبناش این نیست. در مورد سوال شما ببینید، مشکل اصلی در مورد برجام و این هستش که روابط ایران با همسایگانش هستش در وهله اول که بعد درست بشه تا به مذاکرات منتهی بشه. اجازه بدید من سوالمو در این باب تکرار کنم. مسئله‌ای که بسیاری انتقاد میکنن به خروج آقای ترامپ از برجام و بازگشت تحریم ها، میگن این تحریم ها برخلاف اونچه که او میگه که میخواد در واقع حکومت جمهوری اسلامی رو هدف بگیره، مردم عادی رو هدف گرفته. اشاره میکنن به بالا رفتن قیمت ارز در ایران، اشاره میکنن به فروپاشی اقتصاد ایران و اینکه هزینه این رو مردم عادی در ایران میپردازن. ببینید، مسائلی مثل بالا رفتن ارز یا تحریم های نفتی که در آینده خواهد بود مسلما بر مردم ایران هزینه خواهد داشت، ولی این هزینه هستش که مردم متاسفانه مجبورن تحمل کنن بابت سیاست های جمهوری اسلامی. در این حال دولت ترامپ علیه سپاه پاسداران و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هم به طور ویژه گفته که این تحریم‌ها رو تشدید خواهد کرد و به خصوص ما به عنوان کسانی که منافع ملی ایران مد نظرمون هست، من مدافع دولت ترامپ، آقای ترامپ یا دولت آمریکا که نیستم اینجا، باید نگاه بکنیم و تلاش بکنیم که این جهتگیری تحریم‌ها به سمتی باشه که نزدیکان رهبر، نیروهای سرکوب به طور مشخص هدف این تحریم‌ها قرار بگیرن و نه مردم ایران. ولی واقعیت این هستش که در نهایت بابت سیاست‌های جمهوری اسلامی این فشارها به هر حال به مردم هم منتقل میشه و مثل تمام 40 سال گذشته این مردم هستن که باید هزینه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی رو بدن. آقای شیرزاد بفرمایید، شما پاسخی داشتید به آقای طولی. ببینید، نکته خیلی جالبی هست این در میون. ما میدونیم که هم آقای طلویی و هم خیلی کسانی که با ایشون دوست هستن
و دولت آمریکا عملا واقعا به دنبال اون رژیم چنج هستن در ایران. حالا اگر در لفظم ترامپ و بعضی از مقابلنش میگن نه هدف ما این نیست، ولی واقعا مسیر این بوده تا به حال. سوال من خیلی ساده از ایشون و امثال ایشون این هست که واقعا از چه راهی اینا میخوان رژیم رو عوض بکنن؟ جنگ که میگن نمی کنیم، خب خوشبختانه این خطر وجود نداره، تحریم میکنیم. ببینید تای همه این راه حل اینه که ما به مردم ایران فشار میاریم تا مردم ایران شورش بکنن. بنابراین اگر واقعا مسئله رو اوریان نگاه کنید راه دیگه ای نداره، فشار رو به مردم ایران میارن تا ناآرومی ها ادامه پیدا بکنه، تا در شهرها وضع به هم بریزه، شاید به اصطلاح اتفاقی بیفته و حکومت به زعم اونها ساقط بشه، وگرنه کار دیگه اتفاق نمیفته. بنابراین بله، درست برعکس اونه که ادعا میشه، فشار اونها به سپاه پاسداران هیچ تأثیری نداشته، کما اینکه اصلا در طول مذاکرات و برجام و غیره و اینا هیچ وقت اون فشار برداشته نشد، اون تحریم ها برداشته نشد. بله. و اینها وجود داشته، وجودم خواهد داشت در آینده نزدیک، بعید برطرف بشه، ولی ما همه میدونیم که خب سپاه پاسداران کار خودشو داره انجام میده و ارگانهای دیگه هم کارشون انجام میدن. اونی که اتفاق میفته واقعا فشار بر مردمه. چجوری واقعا وجدان خودتون رو راضی میکنید که تن بدید به اینا و بگید این خب هزینه‌ای که باید تغییر بده؟ شما چه هزینه‌ای میدید اونجا نشستید؟ مردم ایران باید این فشارها رو تحمل بکنن تا شاید به زعم شما شورش بکنن، شاید روزی شماها بیایید به قدرت بنشینید. نه، اینا فقط واقعا تفاهماته. و اون چیزی که واقعا اتفاق افتاد اینه که در یک مدت محدودی، امیدواریم هرچی این مدت کوتاه‌تر باشه، مردم ایران واقعا تحت فشار قرار می گیرن و این واقعیت گریزناپذیر مسئله است. آقای شیرزاد، من به این مدت محدود برخواهم گشت در ادامه بحث، ولی بذارید آقای طلویی کوتاه اگه ممکنه آقای طلویی پاسخ بدید که بحث رو ادامه بدیم راجع به موضوعات دیگه. بله، ببینید اینطور نیستش که سپاه پاسداران تحت تاثیر قرار تحریم قرار نگرفته باشه. جمهوری اسلامی الان در سوریه و در جای دیگه درگیر هستش و این پولایی که برجام آزاد کرد عملا بیشترش هم خرج اونجاها شد. این یک شریان حیاتی بوده برای جمهوری اسلامی و اینا بسیار تحت فشار هستند. نرمش قهرمانه هم که قبل از این کردن نتیجه امثال همین فشارها بوده. مردم ایران 40 ساله که دارن این تبعات و این هزینه ها رو پرداخت میکنن، رابطه علت و معلولی رو دارن برعکس میکنن. بله، مردم ایران بسیار هزینه میدن و زمانی خواهد رسید که بیدار که از این مسیری که در نهایت تباهی ایران هست خودشون رو بیرون بکشن و آینده‌ای رو پیدا بکنن که کلن از جمهوری اسلامی راهش جدا باشه و راهش رو در همزیستی واقعی با جهان، به عنوان کشوری که مثل یک کشور و نه مثل یک فرقه مافیایی ایدئولوژیک رفتار بکنه. ممنونم آقای طلویی. راجع به این بحث در واقع به موازات این جلسات در سازمان ملل، جلسات دیگری هم برگزار شد که اونها هم واقعا شایان توجه هست. یکی از اونها جلسه‌ای بود که آقای بولتون درش سخنرانی کرد. بخشی از صحبت آقای بولتون رو بشنویم، چون اشاره مستقیم هست به همین قضیه حضور منطقه‌ای ایران و به خصوص شخص آقای سلیمانی. ایالات متحده همچنین رهبران ارشد جمهوری اسلامی را هدف می‌گیرد، از جمله قاسم سلیمانی، خوناشام تندروی آیت الله خامنه ای که فرمانده سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است. سلیمانی خود را مغز متفکر و حسابگر می‌بیند که با برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند دیگران را مجبور کند برنامه شیطانی او را پیش ببرند. در واقع او مثل یک رهبر در سایه مافیا عمل می‌کند. ما دست قاسم سلیمانی را رو می‌کنیم که یک قاتل بی‌رحم است. ایالات متحده نادان نیست. ما دوباره سرمون کلاه نمی‌رود. روزهای شانه خالی کردن برای تهران تمام شده. رژیم جنایتکار و حامیانش چنانچه شیوهشان را عوض نکنند با عواقب بسیار سختی مواجه می‌شوند. بگذارید پیامم را روشن بگویم. ما همه چیز را زیر نظر داریم و به سراغتان می‌آییم. And we will come after you. آقای بولتون رسما داره تهدید میکنه. من میخوام خانم میزر از شما بپرسم که به نظر شما آقای بولتون منظورش چی هست؟ آقای بولتون تغییر رژیم میخواد، هیچ شکی نیست. ولی ببینید آقای بولتون مقصر جنگ عراق و حمله ایالات متحده به عراق موقعیت منطقه رو عوض کرد و جمهوری اسلامی رو تقویت کرد.
سیاست جمهوری اسلامی در منطقه من بارها ازش انتقاد کردم و واضح حادثه جویی میکنه دنبال متحد غیره، ولی پیدایش پدیده تروریسم در منطقه برعکس صحبت آقای بولتون، برعکس صحبت ترامپ، کار جمهوری اسلامی نبوده. متحدان ایالات متحده در منطقه منبع مالی جریان هایی هستند که سلفی هستند و داعش رو به بار بردند، القاعده رو به بار بردند. خانم کلینتون در این رابطه خیلی واضح و روشن در شهادت های مکرر به کنگره و سنای امریکا پذیرفته این قضیه، در نتیجه روی مسئله ما شکی نمیتونیم بکنیم. البته که جمهوری اسلامی مقصره، چرا که دولت اشغالگر امریکا در بغداد، دولت شیعه رو جلوش رو نگرفت که فجایعی مثل زندان ابوغریب پیش بیاد که از ادامه اون ما شاهد فجایعی مثل شایعه و داعش و القاعده هستیم. ولی نمیشه تمام تقصیر تروریسم در منطقه رو گردن سلیمانی انداخت، گردن جمهوری اسلامی انداخت و تهدید کردن افراد به معنای که ما میایم شما رو میزنیم، کاریست که اسرائیل هر روز انجام میده. با دوم به غزه حمله میکنه، افرادی رو به حساب خودش، رهبران حماس رو که بازده شده الان خیلیشون مردم عادی هن، همسایه رهبر حماس هن، مدیر مدرسه یا یه جای دیگه، اینها رو هدف قرار میده. اجازه بدید حالا خواهیم ما بحث رو میخواییم رو همین در مورد ایران و آمریکا نگه داریم تا جایی که ممکن هست. آقای خلجی، این که به نظر میاد که دولت آقای ترامپ به نوعی داره خرج همه رو در ایران از هم سوا میکنه، میگه ما میریم دنبال آقای بولتون، میگه ما میریم دنبال سپاه، به آقای سلیمانی در واقع خط و نش رو میکشه، از اون طرف آقای پومپئو میگه که این آقای روحانی کاری نیست، ما باید بریم با خود آقای خامنه ای صحبت بکنیم. این چقدر سازنده است؟ اصلا آیا معنیش این هستش که اینها دنبال هیچ گفتگویی با ایران هستن، یا شست و رفته باید گفت که دولت آقای ترامپ اصلا قصدی برای گفتگو نداره، چیزی نداره به بازه، دنبال گفتگویی نیست؟ اجازه بدید قبلش یه نکته میگم در مورد مسئله که آقای شیرزاد گفتن. آقای شیرزاد در جلسه قبلی هم که باهاشون صحبت کردیم، خیلی بین ما که در خارجیم و شما، ما که در داخل هستیم و شما که در خارجین صحبت میکنن، یعنی یه خطی میکشن بین ایرانیان داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور. این خط فرضی است، تخیلی است، واقعی نیست. در حقیقت گرایش های سیاسی و برداشت های سیاسی رو نمیشه بر اساس خارج بودن ایرانی ها یا داخل بودن ایرانی ها تقسیم کرد. در ایران تنوع افکار بسیار زیاد هست، بسیاری از ایرانی ها که در داخل هستن طرفدار جمهوری اسلامی هستن و بسیاری از اونها مخالف جمهوری اسلامی هستن و اتفاقا طرفدار براندازی هستن. و همینطور در خارج از کشور هم خیلی از ایرانی ها هستن که هر نوبت میرن بر انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنن، به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن و بسیاری از اونها هستن که اعتقاد ندارن. این تقسیم بندی که ایشون میکنن خب درست نیست و اهدافی رو دنبال میکنه که درست اون بدنه تندروی جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه‌ای. تقریبا تفسیر نکنید، من خودم میگم. من به نظرم میاد که بعد از هر پاسخی باید وقت کوتاهی بدم به آقای شیرزاد که از خودشون دفاع بکنم، ولی اجازه بدید آقای شیرزاد من به شما وقت خواهم داد بعد از یه چیزی گفتم ایشون تفسیرایی میکنن که جزء حرفای من نبود. خب اجازه بدید آقای خلجی صحبتشون تموم شه، برمیگردیم به شما. بفرمایید. و این که خیلی با لحن به نظر من غیر تحلیلگرانه و با لحن آزارنده خطاب به ایرانی‌های خارج از کشور بگن که شما چه هزینه ای دادید، این حرف به نظر من باز هم از موضع آقای خامنه ای به کل تحولات 40 سال گذشته نگاه کردن هست. کسانی که در خارج از کشور هستن، بسیاری از اونها حداقل این هزینه رو دادن که امکان بازگشت به کشور رو ندارن. بسیاری از اونها خانواده هاشون اعدام شدن، بسیاری از اونها خانواده هاشون مورد آزار قرار گرفتن، بسیاری از اونها مثل همین کارمندان تلویزیون بی بی سی همچنان خانواده هاشون تحت فشار هستن، از بسیاری از حقوق شهروندیشون محروم هستن. اینکه شما بگید که ایرانیان خارج از کشور چه هزینه ای دادن، به نظر من چشم بستن بر همه مظالمی نیست که جمهوری اسلامی در این 40 ساله انجام میده. اما اگه برگردیم به مسئله ایران و آمریکا، ببینید
مسئله ایران و آمریکا مسئله حقوقی نیست. مسئله نیست که شما بشینید بر اساس حقوق بین الملل یا بر اساس به اصطلاح حقوق کشورها بخواید اون رو حل کنید. بحران هسته‌ای بحران حقوقی نیست. بحران هسته‌ای بحران سیاسی است. جمهوری اسلامی قبل از اون که بمب هسته‌ای داشته باشه، پیش از اون که به توانایی نظامی برای نظامی هسته‌ای دست پیدا بکنه، منافع آمریکا و متحدانش رو در منطقه تهدید کرده. توجه کنید که تمام این تحریم‌ها منشأش اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 در تهران بود. تحریم‌ها امروز آغاز نشده. من آقای خلجی سوالم برمیگرده به امروز، به این که آیا برای دولت آقای ترامپ، به هر حال دولت آقای ترامپ فشار فوق‌العاده‌ای رو روی دولت جمهوری اسلامی گذاشته و این فشار روشن هست که تاثیر اقتصادی زیادی روی وضعیت مردم و دولت جمهوری اسلامی داره. من می‌خوام از شما بپرسم آیا اصلا دولت آمریکا دنبال مذاکره با ایران هست؟ دولت آمریکا چی داره الان این وسط از دست بده؟ آیا می‌خواد اصلا با ایران مذاکره کنه با توجه به این شرایط؟ ببینید، اگر از شخص آقای ترامپ صحبت میکنیم، آقای ترامپ معتقد هست که شیوهی که ایشون با کره شمالی برخورد کرده یک شیوهی است که جواب میده. یعنی که از یک طرف هیچ گونه نگاه ایدئولوژیک به این مسئله مذاکره نداره. ببینید، بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا از جمله آقای خامنه ای، آقای خامنه ای هم همینطور هست، بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا و بسیاری از رؤسای کشورهای دنیا معتقدند مذاکره یک پاداش هست. یعنی من زمانی با شما مذاکره میکنم که شما یک کاری انجام داده باشید. رؤسای جمهور قبل آمریکا این چنین بودن، میگفتن که شما به اصطلاح دیدار با رئیس جمهور آمریکا یه پاداشی است در ازای یک کاری که طرف مقابل کرده باشه. آقای خامنه ای هم اینطور هست، با هر کسی ملاقات نمیکنه. در حقیقت پذیرفتن یک رئیس کشور دیگه برای از نظر آقای خامنه ای پاداشی است به اون کشور. درست. اما آقای ترامپ چنین نگاه نمیکنه به مذاکره. آقای ترامپ مذاکره رو پاداش نمیدونه، بنابراین حاضر هست پیش از اون که اون طرف مقابل هم کاری کرده باشه وارد مذاکره بشه، البته به این شرط که حاضر باشه که در مورد موضوعی که او میگه در حقیقت صحبت بکنیم. این روش رو در مورد کره شمالی به کار برده، از نظر خودش موفق هست. من نمیدونم در مورد ایران تا چه اندازه موفق هست، ولی چنین نگاهی آقای ترامپ داره، بنابراین براش هیچ مشکل نیست. اگر ایران بپذیره که راجع برنامه موشکیش هم مذاکره بکنه، اگر ایران حاضر باشه که در مورد نقشش در سوریه یا نوع حمایتش از حزب الله لبنان یا حماس هم صحبت بکنه، آقای ترامپ هیچ مشکلی نداره، با اینکه واقعا صادقانه میگه با آقای خامنه ای هم ملاقات. خب من به خانم میزر هم برمیگردم چون سرش رو تکون میدم، ولی قبلش آقای شیرزاد بفرمایید. چی بفرمایید؟ شما می‌خواستید هم به هر حال وقت می‌خواید برای صحبت جواب صحبت آقای خلجی، همین که نظرتون راجع همین سوال. حاشیه بود. من حالا راجع به مسائلی که شما سوال کردید نقطه نظر خب بذارید پس سوال رو یه بار دیگه مشخصه برای بیننده ها بگم. سوال من این هست که به نظر شما دولت آمریکا الان علاقه به مذاکره با دولت ایران داره، یا در این فرصت، در این موقعیت دولت آمریکا اصلا چیزی نداره از دست بده، دنبال مذاکره با دولت ایران نیست؟ ببینید، در رفتار دولت آمریکا یه مقداری تناقضات دیده میشه و واقعا همه اجزای دولت آمریکا هماهنگ با هم کار نمی‌کنن. ولی شما در مجموع موضع‌گیری‌های رجال آمریکایی دقت کنید، هیچ مشخص نیست که از ایران چه خواسته‌ای دارن الان در حال حاضر. صحبت‌های آقای ترامپ اومده تو سازمان ملل مطرح می‌کنه و حالا صحبت‌هایی که آقای بولتون و دیگران میگن، در واقع مثل اینکه یک گروه سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران یک بیانیه علیه رفتار حکومت بده. این حکومت نمیدونه با مردمش بد تا کرده، پولا رو خرج کرده، از راز حرفایی که خب هم در داخل ایران و هم در خارج ایران هم مطرح میشه. بذارید من تو حاشیه عرض کنم که تفسیری که آقای ارشاد که خلجی مطرح کردن اصلا جزء حرفای بنده من نبود و من هم بین همه ایرانی ها یک جور احترام قائل هستم. مسئله موضوعی سیاسی و رفتار سیاسی است که آدم‌ها رو اصلا تمیز میده. ارشاد که ببینید، آمریکایی‌ها هیچ مشخص نمی‌کنن چی می‌خوان. در زمان آقای اوباما معلوم بود، می‌گفتن آقا شما این برنامه هسته‌ایتون رو باید این شکل کنار بذارید، بیایید با ما مذاکره کنید که این برنامه رو بذاریم کنار. الان فقط فشار و فشاره و دارن مطرح می‌کنن که خب در کنار این فشار حالا بیایید با هم عکس بگیریم. خب یا مثلا یه شو تلویزیونی اجرا کنیم. این شو تلویزیونی قراره چه مشکلی از ما حل بکنه؟ من باور کنید در همین چند هفته
از آدم‌های مختلف، از همکارای دانشگاهی خودم، از جوان‌ها میپرسم آیا به نظر شما اگر ما تن به مذاکره بدیم فشار علیه ما کم میشه؟ تقریبا بالاتفاق همه میگن فشار کم نمیشه و برداشت از رفتار آمریکا اینه که قرار نیست هیچ فشاری رو برداره و قرار نیست بیاد اصلا راجبه برداشتن فشارها صحبت کنه. اتفاقا تحلیلی که آقای ترامپ بخواد روی میز کنگره بگذاره اینه که من فشار آوردم نتیجه گرفتم، خب با همین تحلیل میگه فشار بیشتر میارم بیشتر نتیجه میگیرم. خیلی جالب اشاره کردید این فشار رو، برای اینکه آقای پومپئو هم خیلی ناراحت هست، به روشنی گفته که از این قراری که ایران و 4 به علاوه 1 به قولی گذاشتن کشورهای اروپایی و چین و روسیه که به حفظ برجام کمک بکنن ناراضی است. بذارید صحبت‌های آقای مکرون رو هم در همون جلسه شورای امنیت بشنویم، بعد وقت میدم به خانم میزر و آقای طولی راجع به صحبت بکنیم. اجازه بدید من اینجا تاکید بکنم، الان همچنان همه ما همون هدف خاص رو در نظر داریم و اون هدف این هستش که اجازه ندیم ایران دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای داشته باشه، بتونیم تضمین بکنیم که نظارت‌های کامل بر روی استفاده صلح‌آمیز از برنامه هسته‌ایش رو داشته باشن. بله برجام یک توافق کامل نیست، اما یک توافق بسیار قاطع در این جهت به شمار میه. این بحران اعتمادی که الان به وجود اومده که به خاطر اعمال تحریم‌هایی که آمریکا داره انجام میده، اما ایران همچنان پایبند به این توافق هستش. شما باید در نظر بگیرید الان باید تمام مفاد برجام رعایت بشه توسط تمام کسایی که امضا کرده، نه فقط توسط آلمان و بریتانیا و فرانسه. ما باید از این چارچوب هم فراتر بریم و من همونطور این رو گفتم، سال گذشته هم این رو گفتم، برای همین الان دارم میگم که اون چه که رئیس جمهور آمریکا الان میگه، اهدافی رو که او برشمرده، من در این زمینه با او موافق هستم، هرچند در زمینه خود برجام با او مخالف هستم، اما فکر میکنم که ما باید با همدیگه یک استراتژی دراز مدت رو برای مدیریت این بحران پایریزی بکنیم. خواهیم از صحبت آقای مکرون شنیدیم، مشابه این صحبت ها رو شنیدیم از بقیه رهبران، مثلا به طور مشخص چین خیلی تندتر از آقای مکرون هم صحبت کرد. خب خانم می خیلی تند صحبت نکرد با این ارزیابی که خیلی ها میگن که بعد از برگزیت نگاهش به دست آمریکا هست برای مشکلات مالی که خودش ممکنه در این کشور داشته باشه، اما به هر حال بحث این است که اینها میخوان برجام رو حفظ بکنند اما نگرانی هایی هم دارند. اما آمریکا راضی نیست از عملکرد این کشورها در حمایتشون از برجام. به نظر شما یا این سیاست مشترکی که آقای مکرون ازش صحبت میکنه قابل دستیابی هست اصلا؟ بعیده. آقای مکرون روز قبل در مجمع عمومی سخنرانی تندتری راجع به دید جهانی آقای ترامپ مطرح کرد و اختلافی که هست اختلاف فاحشیه. مشکل اینجاست که در حقیقت در ایالات متحده دیدگاه متناقض وجود داره در دولت کنونی، ولی عده‌ای با عجله و به نظر من با شتابی بیجا بی حد دنبال سیاست تغییر رژیم هستند، بولتون، جولیانی و گاهی ترامپ صحبت دیگه میکنه. به همین دلیله که این قضیه کره شمالی که مطرح میشه باید بهش توجه کرد. با کره شمالی هیچ توافق صورت نگرفته، یک کاغذ یک صفحه‌ای امضا شده، نه بازدیدی از تحصیلات کنونی شده نه آیندهش معلومه و دقیقا این عکس گرفتنیه که در ایران هم بهش اشاره میشه. مشکل اصلی اینجاست که ایالات متحده در این رابطه مصممه و درست میگه آقای خلجی از دوره گروگانگیری با ایران مخالفه. ایران در موقعیتی قرار گرفته که به نظر من شعار مرگ بر امریکا میده، ولی نه خودش اعتقاد داره به این، نه واقعا کسی بهش اعتقاد داره. در دنیایی که اقتصاد جهانی شده معنی نداره دیگه این شعاری که جمهوری اسلامی هی میده، به خاطر اینی که از نظر اقتصادی تا خرخره گیر نظام اقتصادی سرمایه جهانی است و به همین دلیله که تحریم ها روش تاثیر میگذاره. وگرنه خود مشکل نداشت اگر شرکت زنده سرمایه گذاری شرکت های خارجی نبود که نمیشد. صحبت از استقلال ملی که درسته، هم آقای ترامپ میگه هم ایران میگه، درست حرف خیلی شیرینیه، ولی واقعیتش اینه که ما در دنیای نیستیم که استقلال ملی بشه این راحتی ها پیاده کرد، مخصوصا در شرایطی که
این دولت چه در ایالات متحده باشه چه در ایران حمایت کامل حد اکثر جامعه رو همراه خودش نداشته باشه. متاسفانه نه آقای ترامپ اینو داره نه جمهوری اسلامی داره. آقای طلوعی، صحبت از براندازی بخشی از در واقع نگاه براندازی بخشی از دولت آقای ترامپ میشه، اما سیاست رسمی دولت آقای ترامپ بارها گفته شده که براندازی نیست. ارزیابی شما چی است؟ آیا فکر میکنید اون چه که باعث میشه گفتگو بین ایران و آمریکا سرنگیره، اونطور که آقای روحانی گفت، همین هست که دولت آقای ترامپ دنبال سرنگونی است؟ نه، ببینید، به نظر من اصلا مشکل وجود دولت آقای ترامپ یا غیر آقای ترامپ نیست. مسئله حتی مذاکره کردن یا مذاکره نکردن هم نیست. من با آقای خلجی موافق هستم که حتی اگر کس دیگه به جای آقای ترامپ رئیس جمهور بود و برجام هم در ظاهر حفظ میشد، باز این به جایی نمیرسید و راه ها مسدود میشد، چون مشکل اصلی مسئله جمهوری اسلامی هستش که با همسایگان خودش و در منطقه عامل آشوب هست. از یک طرف یک کشور اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسه، درگیری هایی که با عربستان داره، با کشورهای دیگه واجه فارس داره. شما ببینید حتی عراق سفیرش رو از ایران فرا خوند. مشکل اصلی اینجاست. تا وقتی هم که این مشکل حل نشه، وجود آقای ترامپ، وجود مذاکره، اسم به اسم بودن برجام، نبودن برجام، راه به جایی نمیبره. آمریکا به دنبال منافع خودش هست. در نهایت چیزی که اونها میخوان اینه که جمهوری اسلامی مثل کشور عادی رفتار بکنه، عامل آشوب نباشه، با متحدانش اینجور درگیر نباشه. اینو آیا شما این رو میبینید در جمهوری اسلامی که روزی به جایی برسه که بتونه چنین رفتاری با این کشورها داشته باشه؟ مثلا الان در اوج مشکلات در روابط ایران و عربستان و کشورهای دیگه عرب منطقه هستیم، خیلی از اونها حتی حاضر نشدن اون عملیاتی که در اهواز انجام شد رو محکوم بکنن. نه، متاسفانه من اینو اصلا در رفتار جمهوری اسلامی اینو نمیبینم، در آتیش هم اینو نمیبینم. شما اینو میتونید مثلا در همین صحبت ها نگاه، در همین بحث ها اینجا هم نشانهاشو ببینید. امثال چیزی که آقای شیرزاد میگن، اینها به دنبال این هستن یا به خیال این هستن که ما حالا یه مدتی تحمل بکنیم، مردم هزینه بدن، مثلا آقای ترامپ بره، کس دیگه ای بیاد سر کار. اصلا در فکر این حل اساسی مشکل نیستن و نهایتش هم این هستش که مردم هزینه میدن. من فقط یه چیز هم میخواستم در مورد این مسئله که در سابقه آمریکا یا نقش آمریکا در این بحران ها اینا بگم. ببینید، من اینجا اصلا مسئله این که آمریکا چیکار کرده یا در گذشته چقدر نقش داشته یا داشته نداشته، اینها مسئله ما نیست، اینا برای مردم ایران اونا آب نمیشن. چیزی که ما به عنوان مردم ایران، برای منافع ملی ایران، برای آزادی مردم ایران باید بهش توجه کنیم، رصد بکنیم، این هستش که در هر زمانی الان اینا اون طرف مقابل چی میگه، آیا این همسو با منافع ما هست یا نه. اینکه آقای سلیمانی و عوامل سرکوب سپاه پاسداران که دستشون به خون مردم هم داخل ایران هم خارج ایران آغشته هستش، این مورد تحریم قرار بگیرن، روشون فشار بیاد، این در نهایت به نفع مردم ایران هستش، همسو با منافع ما هستش. اینکه حالا آقای بولتون جاهای دیگه چه کار کرده، گذشته آمریکا چه کار کرده، یا اسرائیل چه کار میکنه، اینا واقعا وقت ما رو فقط تلف میکنه. آقای شیرزاد، اشاره کردن آقای طلوعی، شما پیشتر هم در همین برنامه صفحه دو یک بار گفتید، در آغاز این برنامه هم اشاره کردید که یک زمان مشخصی است، اگر این زمان رو به قولی مردم بتونن تحمل بکنن، جمهوری اسلامی بتونه تحمل بکنه، این هم از سر میگذره مثل بعضی دیگر از بحرانهایی که ایران از سر گذرونده. اما سوالی که پیش میاد این هستش که این زمان، این بازه زمانی چقدر هست؟ برای بسیاری از مردم شرایطی که در حال حاضر در کشور میگذره نگران کننده است. در یک کلمه بگم کمتر از یکی دو سال، ولی اجازه بدید جوابتون رو یکمی دقیق تر عرض کنم. ببینید، من تکیه میکنم روی نکته ای که آقای طلوعی مطرح کردن و اگه اجازه بدید یه بحث خیلی کوتاهی رو مطرح کنم. ببینید، در ایران مثل بسیاری از کشورها افکار مختلفی هست. شما خوب میدونید در همین برنامه خودتون همیشه شما جنبه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف داخل ایران رو مطرح کردید که خب مشابهش هم در بین ایرانیان خارج کشور هستش. ما در ایران نیروهای خیلی تند انقلابی داریم، نیروهای توسعه‌گرا و اعتدالگرا هم داریم. بحث من اینه که ببینید، در بعد از دولت آقای احمدی نژاد ما یه بازگشتی به روند شبیه اصلاحات داشتیم و یک نوع اعتدالگرایی و نگاه به توسعه، نگاه به روابط خوب و سازنده با کشورهای دیگر دنیا داشت در ایران شکل می‌گرفت.
ببینید این بحث برجام و رسیدن به این که تابوی مذاکره با آمریکا بشکنه و ما بشینیم با قدرت‌های جهانی بر سر یکی از چالش برانگیزترین مسائل که مسئله هسته‌ای باشه مذاکره کنیم، این به قیمت کمی حاصل نشده. واقعا در ایران خیلی ها زحمت کشیدن، خیلی صحبت ها مطرح شد تا به اینجا رسید و خب به هر حال این توافقنامه امضا شد. من عرضم اینه که ببینید روند ایران به سمت اعتدال بود. حالا یک چیزی رو از 40 سال پیش بیان دوباره بعضی از دوستان اینجا قبرستون کنه بشکافن و بگن که شما فلان جا میخواستید چیکار کنید، آیا شجاعت، آیا هنوز هم روند به سوی اعتدال هست به نظر شما؟ بله ببینید من عرضم همینه. در ایران ما فرایندهای مختلفی در این 40 سال داشتیم، تندروی هایی داشتیم. کدوم از ماهای دوستان استاد طلب آتش زدن کنسولگری عربستان رو تایید کردیم؟ همون زمان که این اتفاق افتاد خب همه دولتی ها و اصلاح طلبان رو محکوم کردن. روندی که وجود داشت روند به سمت توسعه و اعتدال گرایی بود، ولی دقیقاً یک کسانی اومدن دولت آمریکا رو در موقعیتی قرار دادن که این روند رو معکوس بکنه. این مشکل ماست. ما یک گرایش تندروانه در داخل ایران داریم که اینا میخوان همیشه روندها رو برگردونن به سمت تندروی های بسیار خطرناک انقلابی و ایران رو در انزوای سیاسی قرار بدن، در چالش با همه دنیا قرار بدن. ممنونم آقای شیرزاد. اجازه بدید من یه دقیقه هم فرصت بدم آقای خلجی صحبتشون رو تمام کنم. من دو جمله عرض می‌کنم. چون از اون طرف هم ما کسانی داریم که با افکار تند براندازانه واقعا اصلا به نوعی میل دارن، مثلا اسرائیل ها واقعا به نوعی میل دارن که ایران همیشه یک کشور تند رو در منطقه باشه. اینا نمیخوان ایران یک کشور پیشرفته توسعه یافته و دارای روابط خوب با بقیه دنیا باشد. روندی که الان دولت آقای ترامپ طی کرده آیا واقعا روندی است که این جبهه اعتدال و این روند اعتدال گرایی و توسعه گرایی رو در ایران تقویت میکنه؟ که روند برعکسش رو. بله. خب شما اجازه بدید اینو از آقای خلجی بپرسم. آقای خلجی یک دقیقه وقت دارید برای جنبندی بفهمید. بله، تمام رؤسای جمهوری آمریکا آرزو داشتن که رژیم در ایران تغییر کنه، اما همه اونها سیاست تغییر رژیم نداشتن. آقای ترامپ هم ممکنه در دلش بخواد که رژیم در ایران تغییر کنه، اما سیاست تغییر رژیم نداره، به این معنا که برنامه‌ای نداره. از طرف دیگه اگر راجع به ایرانیان صحبت بکنیم، ایرانیان چه اصلاح طلب، اونا که اصلاح طلب نامیده میشن، چون اونها که برانداز نامیده میشن یه بچه مشترک دارن و اون که اونها هم برنامه‌ای ندارن. نه ما برنامه‌ای برای اصلاح داریم، نه برنامه‌ای برای براندازی داریم، بلکه شعارشو داریم، آرزوشو داریم، خواستشو داریم. و بدونیم که مشکل جمهوری اسلامی مشکل خارجی نیست، مشکل تحریم ها نیست. اون چه که جمهوری اسلامی رو به یک نظام بحران زده بدل کرده و نظام بحران زده نگه خواهد داشت نفس این نظام هست، یک نظام شبه توتالیتر، غیر انتخابی و ناقض آزادی های عمومی و ناقض حقوق شهروندی. چون این نظامی حتی اگر تحریم ها هم نباشه دیرپا نخواهد بود. متشکرم از شما آقای خلجی، آقای شیرزاد، خانم میزر و آقای طلوعی. ممنون که با این صفحه 2 با ما همراه شدید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس شما قرار میگیره، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه به همراه لینک پادکست برنامه در توییتر ما به شناسه @bbcpage2 منتشر میشه. برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر نظراتتون رو در مورد برنامه امشب و سایر برنامه‌ها برای ما بنویسید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.